مردی که مجبور میشه رابطه همسرش با یکی از دوستاشونو به چشم ببینه. میریم سراغ یکی دیگه از قسمت‌های بلک میرور، قسمت سوم فصل 1شه به اسم The Entire History of You یا تمام تاریخ تو. این فیلم میاد در مورد تکنولوژی صحبت میکنه و اینکه زندگی فردی آدم‌ها رو چجوری نابود میکنه و اونا رو به سمت تنهایی و وسواس‌های فکری میبره. بریم ما هم ببینیمش. حواستون به اسپول کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. شروع قسمت بعدی اختراع دستگاهی نشون میده که باعث میشه همه زندگیتون رو مثل یه فیلم ثبت کنید. اینطوری هر وقت که خاطره‌ای بخواید به طور کامل میتونید ببینیدش یا با دیگران به اشتراک بذارید. اکثر مردم این دستگاه روی سرشون کار میذارن و با شخصیت اصلیمون یعنی لیام هم آشنا میشیم. بعد یه مصاحبه کاری که ناموفق هم هست، لیام سمت خونه برمیگرده. توی فرودگاه متوجه اثر دیگه از این تکنولوژی میشیم. افسر فرودگاه خاطرات 24 ساعته این مرد رو تماشا میکنن تا مطمئن شن آدم خطرناکی نیست و بعد اجازه میدن سوار هواپیما شه. وقتی به شهر میرسه، به مهمونی که خونه دوستش گرفتن میره و اونجا همسرش یعنی فی رو در حال صحبت با یکی از دوستهاش به نام جوناس میبینه. فی از دیدن لیام تعجب میکنه که انگار نمیخواسته انقدر زود برگرده. هرچی میگذره مخصوصا سر شام، لیام شکش به همسرش و جوناس بیشتر میشه. رفتارشون انگار معذب شده و خیلی تو مخش میره. جوناس وسط شوخی صحبت به همه میگه بعضی وقتا رابطه‌ام با معشوقه های قبلیمو پخش میکنم تا ببینم و لذت ببرم. بعد مهمونی هم دوتایی سمت خونه راه میافتن و با اصرار لیام جوناس هم همراهشون میاد که ستایی با هم باشن. اما خود لیام تمایلی به این کار نداره و فی انگار بهش گیر داره که جوناس رو دعوت کنه. لیام میگه چرا انقدر گیر دادی و فی هم با پخش فیلم اون لحظه ثابت میکنه که خود لیام همچین پیشنهادی رو داده، به خاطر اصرار زن نبوده. به هر حال وقتی میرسن لیام نمیتونه تحمل کنه و جوناس میخواد که نیاد داخل. اونم درک میکنه و میره. البته که این باعث کش پیدا کردن دعوا تو خونه میشه و همچنان لیام گیر میده بین تو و جوناس خبری هست که انقدر شوخی میکنید و نزدیکید. انقدر گیر میده که فی آخرش اعتراف میکنه مدت ها قبل ازدواجمون من و جوناس یه ماه با هم تو رابطه بودیم و الانم هیچی بینمون نمونده. لیام عصبی میشه و میگه چرا بهم نگفتی و فی میگه بهت گفتم یادت رفته. بعدم فیلم لحظه که این حرف زده رو نشون میده تا ثابت کنه. البته که اسم جوناس یه اسم مستعار گفته. اما لیام عصبی‌تر میشه چون توی این خاطره همسرش میگه با جوناس یه هفته کلا دوست بودن نه یک ماه و انگار اون موقع دروغ میگفته. همه چی بیشتر رو مخ مرد و حتی وقتی همسرش میگه عاشقتم و میخوابه، مرد میشه پای تلویزیون و بیشتر به مهمونی شب دقت میکنه. همه رفتارها و شوخی‌های همسرش با جوناس زیر نظر میگیره. تا صبح همین کارو ادامه میده و به محض بیدار شدن فی میشونتش پای خاطرات. کلی جزئیات از شوخی‌ها و حرفای این دو نفر نشون میده. حتی خنده و نگاه فی به جوناس انگار عاشقانه است و این حرفا باعث میشن فی اعتراف دیگه کنه. اینکه رابطه‌اش با جوناس 6 ماه طول کشیده بوده نه یک ماه. اما خب همش قبل ازدواج دوستیش با لیام بوده. مرد که مغزش سرویت شده و مستم کرده میره به دیدن جوناس. بی توجه به خواهش این مرد میره داخل و شروع میکنه به تهدید این مرد. بهش میگه تو خاطرات رابطه‌ات با دوست دختراتو میبینی و من خوشم نمیاد که زنم توی ذهنت باشه و اونم هی تماشا کنی. برای کلی تهدید و کتک زدنش جوناس مجبور میشه خاطراتش رو جلوی لیام پاک کنه و هرچی از فی مونده رو از بین ببره. لیام به خونه برمیگرده اما جای اینکه آروم شده باشه بیشتر عصبی و به هم ریخته است. به فی میگه بابای بچه‌مون واقعا منم. فی نمیفهمه یعنی چی و لیام یه حقیقت وحشتناک میگه. لحظه دعواش با جوناس رو نشون میده و وقتی که این مرد میخواسته فیلم‌های فی رو از ذهنش پاک کنه، یکیشون برای 18 ماه قبل یعنی 1.5 سال پیشه. دقیقاً روی همین تخت همین خونه. 9 ماه قبل تولد بچه‌شون. فی که دستش رو شده سعی میکنه همه چی رو توضیح بده و معذرت بخواد، اما دیگه چیزی برای لیام توجیه پذیر نیست. فی میگه یه بار تنهام گذشت و یه هفته بدون خبر رفته بودی. منم فکر میکردم دیگه قرار نیست برگردی و این کارو کردم. لیام میگه یعنی فقط کافی بود که 3-4 روز نباشم تا همچین کاریو بکنی. بعدم یه سوال میپرسه وقتی با هم خوابیدید از کاندوم استفاده کردین یا نه؟ اشک فی میاد و میگه آره کردیم، اما مشخص لیام باورش نداره. گیر میده خاطرات اون شبو برام پخش کن. با اینکه این حرفا داغونش کردن، انقدر داد میزنه و اصرار میکنه تا فی هم همین کارو انجام بده. لیام مجبور رابطه عشق زندگیشو با دوستشون ببینه و این تنها قسمت آزاردهنده نیست. این رابطه بدون استفاده از کاندوم انجام میشه و خود فیه که پیشنهادش به جوناس داده. رابطه‌ای که منجر به حاملگی زن و تولد بچه‌ای شده که لیام چند ماه قبل فکر میکرده برای خودشه. سکانس آخر لیامو میبینیم که توی خونهشون تنهاست. فی همراه بچه‌شون از خونه رفتن و لیام خاطرات خوش زندگیشون رو میبینه. این مرد که افسرده است به دستشویی میره. جلوی آینه با تیغ این تکنولوژی رو گردن خودش در میاره تا همه خاطرات گذشته رو پاک کنه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. اینم بگم چون بعضی از ویدیوهای این سریال کوتاه میشن، کلا 10 دقیقه 12 دقیقه میشن، اون شب سعی میکنم 2 تا ویدیو آپلود بکنم. پس حتما حواستون به کانال باشه. احتمالاً ویدیو بعدی هم یه کم دیگه آپلود شه. فیلمش خب واضح بود محتوای چی داشت، اما یه معنای خیلی خفنی پشتش داره که شاید یه سری درک بکنن. ما یه چیزی داریم به اسم OCD یا Obsessive Compulsive Disorder یا اختلال وسواس فکری، چیزی که من خودم به شخص چندین سال مشکلش رو دارم و خیلی هم شدیده. مدام پیش روانشناس میرم، خیلی دارم سعی میکنم روش کار کنم. وسواس فکری خب توی هر کسی به یه شکلی نمایش داده میشه. یکی از قسمتاش که توی اکثر آدم‌ها اتفاق میفته فکرهای وسواسگونه است، یعنی یه اتفاقی برات میفته که خیلی دردناکه، خیلی اذیتت میکنه، ولی توی ذهنت به خاطر شرایطی که داری، به خاطر این مشکل عجیب، خود به خود مدام تکرار میشه و هر سری بدتر از قبل به ذهنت حمله میکنه و باعث میشه که هیچ چیزای جدیدی در موردش کشف بکنی که بیشتر از قبل آزارش میده. این فیلم به یه شکل خیلی قشنگی میاد اینو به نمایش میذاره، چون همه نمیدونن دردش چجوریه. ولی خب وقتی این فیلمو تماشا میکنید، اینکه طرف توی ذهنش میتونه مدام تمام صحنه‌های خاطراتش زندگی بکنه، هرچند دردناک رو هی ببینه، دقیقاً همون وسواس فکریه. طرف اصلا دست خودش نیست، فقط انگاری همه چیز جلوی خودشه و خاطره‌ای که میگم بدن رو مو به مو به یاد میاد. اینطوری نیست که یه چیزی کلی تو ذهنت باشه، مثلا فلانی به من خیانت کرد یا فلانی بهم ضربه زد، فلانی منو تحقیرم کرد. لحظه به لحظه شو، حتی جوری که طرف نشسته بود، مدل حرکت دستش، جوری که لباش تکون می‌خورد حرف می‌زد، تمام اینا رو قشنگ میتونی ببینی. این واقعا آزاردهنده است، اصلا چیز قشنگی نیست و خیلی بده که آدم دوچارش بشه. قسمت بدترش اینه که چیزی نیست که از اول با تولد بخوای داشته باشیش. یه سری‌ها چرا به صورت ژنتیکی به دست میارنش، اما عموما بر اساس اتفاقاتی که میفته شکل میگیره. یعنی ممکنه یه نفر به شما خیانت بکنه، ممکنه یه نفر از رفیقات بهت آسیب بزنه، ممکنه یه جا پدر و مادرت خیلی تحقیرت بکنن، ممکنه که یه چیزی از اینها استارت همین چیزی بشه، مثل یه دونه شعله‌ای بشه که فقط نیاز به بنزین داره. این بنزین رو میریزه روش و کلا زندگی تا آخر عمرت مجبوری باهاش سر و کلت بزنی. این فیلم هم قشنگ میاد نشون میده که آقا خیانت یکی از شروع کننده های همین قضیه است و ممکنه که شما به یه نفر خیلی ساده خیانت کنید، خیلی عادی باشه، ولی زندگی طرفو به فنا بدی. حواستون باشه که چجوری از اعتماد بقیه استفاده میکنید، چجوری توی زندگیشون هستید، چجوری بهش آسیب میزنید، کلا کمکش میکنید. به هر حال ممکنه تمام اینها در نهایت باعث بشه که یه اتفاق خیلی خیلی خوب بیفته یا اتفاق خیلی خیلی بد. خلاصه بخوام بگم ممکنه که شما باعث وسواس فکری یه نفر باشی که توی این فیلم دیدی چجوری میتونه زندگیش از بین بره. خواستم بگم که درست فیلمش سرگرم کننده است، میاد تکنولوژی صحبت میکنه، اینکه ممکنه چجوری زندگی رو به فنا بده، ولی خیلی خوب میاد اینو به نمایش میذاره و حالا که داریم میبینیمش بهتره ازش یادم بگیریم. حواسمون باشه که موقع زندگی یه نفر به خاطر ما از دست نره. خیلی مهمه رفتار ما توی زندگی دیگران. دیگه همونطوری که قبلا هم گفتم کانال رو دنبال بکنید. قسمت‌های بلک میرور کوتاه هم ممکنه که بعضی شب و دو تا ویدیو رو بذارم، حتما تو کانال باشید تا اونم تماشا کنید. لایک کامنت سابسکرایبتون نره. روزتون هم گلاسی.